سرانجام بعد از حدود یک سال مذاکرات اتمی رژیم، قطعنامه جدید حکام آژانس سازمان ملل نشون داد که این مذاکرات عملاً شکست خورده و راه رژیم به سمت شورای امنیت سازمان ملل باز شده. در برنامه امشب می‌خوایم به آخرین تحولات در این رابطه در رسانه‌ها و وضعیت سیاسی موجود نگاهی داشته باشیم، همراه با آقای محمد درویش از کانادا. سلام عرض بکنم آقای درویش و خوش آمدید به روی خط ایران. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون و با تشکر از زحمات شبانه روزیتون برای آگاهی و خبررسانی. خواهش میکنم، لطف دارین. آقای درویش، آخرین تحولات سیاسی حول وضعیت رژیم در مورد اتمی در رسانه ها و فضای سیاسی الان به چه صورت هست؟ توجه دارید که مذاکراتی که در وین از تقریبا دسامبر سال گذشته شروع شده بود در اواسط ماه مارس متوقف شد و در این فاصله سه ماهی که از این توقف میگذره اقدامات متعددی انجام شده، تحولاتی انجام شده، من جمله سفر آندره مورا به ایران، دو بار سفر گروسی به ایران و واشنگتن و مسائلی از این قبیل و پیغام و پسغام هایی که پنهانی طرفین با هم دیگه رد و بدل میکردن. و ولی در همین ایام هم مشخص شد که، یعنی رئیس جمهور آمریکا گفت که سپاه در لیست تروریستی ابقا خواهد شد و این خب ضربه مهمی بود برای رژیم و سعی کرده بودن که این رو تا حدودی بخوان ضربش رو بگیرن. گفتن ما از به هر حال به توافقی خواهیم رسید. چند هفته پیش باز در مطبوعات صحبت این بود که خبرهای خوبی خواهد اومد، که البته این معلوم شد که همچین خبر خوبی هم نیست، چون آقای گروسی و آژانس بین‌المللی گزارشی رو ارائه دادن مبنی بر اینکه رژیم در رابطه با برنامه تسلیحاتی اتمیش جوابهای مشخصی به آژانس نداده و نمیده و همینطور در رابطه با ذرات غنی شده در سه سایت مختلف پارچین ورامین، ترقوزآباد و همینطور در مریوان، علیرغم اینکه پاکسازی شده بودند ولی آژانس اونها رو پیدا کرده بود و از اونها ذراتی با غلظت بالا، و رژیم در این زمینه سعی میکرد جوابی نده. و به دنبال این گزارش آژانس آمریکا و سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلستان، پیشنویس قطعنامه‌ای رو به شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی ارائه دادن و این قطعنامه به سرعت و با اکثریت بالایی در نشست چهارشنبه شب این شورا تصویب شد، که در این قطعنامه ابراز نگرانی کرده بودند و خواستار پاسخگویی رژیم شده بودند، چون الان رژیم 18 برابر حد مجاز اورانیوم غنی شده داره و 238 کیلوگرم اورانیوم 20% داره با غلظت 20% و همینطور 43 کیلوگرم اورانیوم 60%، و این در حالی است که رژیم به نقطه صفر گریز اتمی هم نزدیکتر شده و متاسفانه همه اینها در دوران ریاست جمهوری بایدن اتفاق افتاده، این همه ذخیره‌ای که رژیم انجام داده. در هر صورت همونجور که عرض کردم این قطعنامه علی‌رغم تشبثات رژیم که به روسیه متوسل شده بود، قطعنامه تصویب شد و از رژیم تنها کسایی که به این قطعنامه رأی منفی داده بودند روسیه و چین بودند. هند، لیبی و پاکستان هم رأی ممتنع دادن، ولی بقیه اعضا، یعنی 30 عضو این شورا، به این قطعنامه رأی مثبت داده بودند، که اجماع بیشتری رو نسبت به قطعنامه قبلی در سال 2020 نشون میداد. قطعنامه به صورت از طریق خبرگزاری ها و روزنامه های بین المللی مورد توجه قرار گرفت. العربیه مطلبی داشت بر اینکه شورای حکام با صدور قطعنامه ایران را به دلیل عدم پایبندی به توافق هسته‌ای محکوم میکنه، و دولت‌های منطقه‌ای نیز موضع گرفتن. عربستان پنهانکاری‌های رژیم رو محکوم کرد و همینطور به دنبال این قطعنامه
آمریکا و سه کشور اروپایی وزارتخانه‌های وزارت خارجه‌شون بیانیه‌های متعددی صادر کردند و این وزارت خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس گفتن این قطعنامه پیام بدون ابهامی برای ایران داره که ایران رو ببخشید ایران رو متعهد میکنه تا به تعهدات پادمانی خودش عمل بکنه و درباره موضوعات باقی مانده جواب بده. همینطور نماینده اتحادیه اروپا از گفت ما از ایران میخوایم که به طور کامل و فوراً با آژانس همکاری بکنه. بله آقای درویش معذرت میخوام میونه کلامتون، سوالی الان اینجا این هست که چه اتفاقی افتاد که تا همین یک سال پیش بسیاری از محافل با خوشبینی از احیای برجام صحبت میکردن، چه اتفاقی افتاد، چه روندی طی شد که حالا ما با رژیم مواجهیم که در آستانه شورای امنیته؟ بله درست میفرمایید. مرحله بعدی بعد از این قطعنامه خب ارجاع این قضیه به شورای امنیته. میدونید که در سال 2015 آلمان مانع از صدور قطعنامه شد. در سال 2020 هم که قطعنامه صادر شده بود رژیم به هر صورت از کنارش تونست در بره با سیاست کماک مماشات. اما چیزی که از همه ما میدونیم که در دنیای واقعی و به خصوص در دنیای سیاست هیچ چیزی تصادفی خود به خودی انجام نمیگیره و این مسئله هم مستثنا نیستش. رژیم بیش از این به خاطر این سیاست‌های مماشات تونسته بود که برنامه اتمیش رو گسترش بده و علارغم کشتاری که در علارغم اینکه جاه طلبی یا اتمیش کاملا شناخته شده بود و دولت‌های غربی هم به اون واقف بودن، ولی می‌دونیم که به قول زنده یاد دکتر هزارخانی اربابی به مروت دنیا و غربی ها این رژیم رو به خاطر خصلت های ضد میهنی، ضد ایرانی و وطن فروشانش البته ترجیح میدادن و ترجیح میدن. برای همین بودش که عمل خاصی انجام نمی گرفت. ولی عامل مهمتر و کاتالیزور مهمتری که در این قضیه وجود داشت وجود مجاهدین و مقاومت ایران بود که در 14 آگوست سال 2002 تقریبا 20 سال پیش برنامه اتمی رژیم رو افشا کرد و رژیم در این تله گیر افتاد. غربی ها البته اون موقع از این قضیه اطلاعی نداشتن و خب متاسفانه سیاست قاطعی در برابر رژیم اتخاذ نشد و این نهایتا به یک قضیه مثل برجام منتهی شد. ولی خب مجاهدین و مقاومت ایران با پرداخت بهای گزافی به وظیفه ملی میهنیشون عمل کردند و در فواصل مختلف طرح‌های مخفیانه تروریستی و اتمی رژیم رو افشا کردن، ملاقات‌های سیاسی، افشاگری‌های زیاد و همینطور تظاهراتی که هواداران مجاهدین در سراسر دنیا با در سرما و گرما، در شرایط جوی نامساعد، در شرایط سیاسی نامساعد انجام دادن، این قضیه رو شکل و روند دیگری بهش داد و الان ممکن بود که به جاهای دیگری برسه و رژیم تا حالا به سلاح اتمی هم دست پیدا میکرد. برای همین هستش که رژیم در حقیقت در این قضیه غافلگیر شد یا در حقیقت شگفت زده شد و در عکس العملی اعلام کرد که 27 دوربین رو قطع میکنه. خبرگزاری بلومبرگ گفتش که این یک جور خودزنی برای رژیم هستش، ولی برای ما قابل فهم هستش که چون رژیم مانند اون حیوان وحشی میمونه که در تله افتاده و هیچ راه گریزی نداره و این برنامه اتمی برایش یک مسئله حیاتی هستش. برای همین هستش که 2 تریلیارد دلار یعنی 2 برابر هزینه جنگ ایران و عراق برای اون هزینه کرده و شورای حکام و همینطور دولت‌های غربی، همونطور که رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت در بیانیه خودشون گفتن، وظیفه دارن برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، برای حفظ جان صدها میلیون انسان در برابر جاه طلبی‌های اتمی رژیم این پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن تا اینکه هر چه سریع‌تر این مورد بررسی قرار بگیره و جهان رو بتونن از شر این تهدید اتمی رژیم که یک تهدید واقعی هست آزاد بکنه. بله خیلی متشکرم از شما آقای درویش، ممنون از لطفتون که دعوت ما رو پذیرفتید و همینطور
توضیحات ارزندتون. تشکر میکنم از وقتی که به من دادید. خواهش میکنم. موفق باشید. زنده باشید.